بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه چلچراغ از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمتون هستیم تا انشاءالله با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عبدالله امینی قرآن پژوه مبحثی رو تحت عنوان مصحف فاطمه سلام الله علیها تقدیم حضور گرامیتون بکنیم. آقای دکتر امینی دارای کتاب‌های متعددی هستند در زمینه قرآن پژوهی، از جمله کتابی با عنوان مصحف فاطمه سلام الله علیها دارن که البته کتاب مفصل‌تر هست که خلاصه و چکیده اون کتاب در کتابچه دیگر به این صورت مصحف فاطمه سلام الله علیها گردآوری و جمع‌آوری شده. البته در زمینه قرآن پژوهی دارای کتاب‌های دیگری مانند مصحف امام علی علیه السلام، تفسیر سوره هم و چند کتاب دیگر می‌باشند. آثار ایشون در شرح حال نویسی آثاری دارند مانند فرزانه ناشناخته که یادنامه مرحوم علامه شعرانی هست. در شرح حال اثر دیگری دارند به نام شکوه فقاهت، یادنامه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی هست. مقالات متعددی دارند در زمینه امام حسین پژوهی که در مجله حکومت اسلامی شماره 25 و 27 به چاپ رسیده. مقالاتی در زمینه زن پژوهی دارند که در مجلات پیام زن و مجله پگاه حوزه و زنان به چاپ رسیده. مقالاتی در زمینه مهدی پژوهی دارند که در مجلات انتظار و موعود چاپ و نشر شده و همچنین کتابی به نام غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارند که توسط چاپ و نشر موعود تهران انتشار یافته. در این برنامه به اتفاق ایشون در خدمتتون هستیم که انشالله مبحثی رو تحت عنوان مصحف فاطمه تقدیم حضورتون کرده باشیم. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. شما هم اگر عرض سلامی دارید خدمت بینندگان بفرمایید تا انشالله از محضرتون سؤالا رو مطرح کنید. سلام علیکم، خیلی متشکرم خدمت بینندگان فرزانه و گرامی. سلام عرض میکنم، امیدوارم ساعات و ایام خوب و خوشی داشته باشن. بله ممنون. آقای دکتر ببخشید، از اونجایی که بناس مبحث ما حول مصحف فاطمه سلام الله علیها باشه، از این سوال آغاز میکنم که معنی مصحف اصطلاحاً چی هست؟ یکی از اتهامات و تهمتهایی که بر ضد شیعه زده میشه از دیرباز، به خصوص در زمان قانونی، توسط برخی افراد از جمله وهابی ها این است که شیعیان قرآنی غیر از قرآن موجود دارند یا اعتقاد به کمی و کاستی در قرآن موجود دارند. وجود عناوینی همچون مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها یا مصحف امام علی رو بیانگر این موضوع میدونن. بنابراین
جنجال برانگیزترین موضوع همین عنوان مصحف هست، چون مصحفی که الان وقتی که خواننده میشنوه و یا شنونده میشنوه، اون چیزی که به ذهن تبادر میکنه و شهرت داره این است که مصحف به معنای قرآن هست. اما اگر بیاییم و در منابع روایی اهل سنت و همچنین منابع شیعی بنگریم، می‌بینیم که مصحف به اون معنا نیست که مصحف فاطمه سلام الله علیها در بردارنده آیاتی از قرآن هست و یا اصلا در زمینه و موضوع قرآنی است. به هر حال این شک و شبهه در اذهان بوده. فرض کنیم مقالاتی رو در بعضی از کشورهای عربی درج شده بود و مدعی شده بودند که شیعیان قرآنی غیر از قرآن موجود دارند و از همین مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها ذکر و یادی کرده بودند. اما وقتی که ملاحظه میکنیم منابع خودمون رو و روایتی رو که در این باره اومده، به نقل از امام صادق سلام الله علیه در بهار جلد 26 صفحه 41 چاپ دارالکتب الاسلامیه، ایشون میفرماید که و خلفت فاطمه تو مصحفن ما هو قرآن. فاطمه، حضرت فاطمه مصحفی از خودش به جا گذاشت که این قرآن نیست. آیا در روایت دیگر می‌فرماید و عندنا والله مصحف فاطمه ما فیه آیه من کتاب الله، و خدا سوگند که مصحف فاطمه نزد ماست. بعد امام در دنباله می‌افزاید که حتی یک آیه از کتاب خدا در این مصحف نیست. این حدیث دومی که عرض کردم خدمتتون بازم در بهار اومده، جلد 27 صفحه 271، حدیث سوم هست. اگر به چاپ دارالکتب الاسلامیه بینندگان عزیز مراجعه کنن این دو حدیث رو در اونجا میابن. پس همین الان مشخص بشه که به هیچ وجه مصحف فاطمه سلام الله علیها ربطی به قرآن نداره و در موضوع قرآنی نیست. یعنی آقای دکتر ببخشید، در حقیقت معنای لغوی واژه مصحف در اون آغاز و اوایل بر قرآن اطلاق نمی شده، کما اینکه امروز یعنی بعد در مسیر تاریخ به قرآن هم اطلاق شد. اوایلی که ما مراجعه می کنیم به سیر تاریخی، می بینیم که مصحف در معانی دیگری غیر از معانی قرآن بود، اما گاه و به تدریج شاید علم برای قرآن قرار گرفت و شهرت در قرآن پیدا کرد. اما اگه بخوایم این سیر رو بررسی بکنیم، اول از همه باید بیاییم معنای لغوی مصحف رو بررسی بکنیم. من استناد به خود منابع اهل سنت میکنم و بعضا منابع شیعی. فرض کنیم در تاج العروس زبیدی جلد 6 صفحه 161 و همچنین در صحاح تاج اللغه آمده که الجامع للصحف المکتوبه بین الدفتین، مصحف به مجموعه‌ای گفته میشه، به نوشته‌ای گفته میشه، به اثری گفته میشه که شامل چند برگ باشه و مجلد شده باشه. به اصطلاح می‌دانند این کتاب که روی جلد و پشت جلد داره و داره چندین صفحه هست، چندین برگ هست، چندین ورق داره، به این میگن در معنای لغوی مصحف، یعنی چیزی که مجلد شده. الان در اصطلاح مثلا میگیم که فلان کتاب مجلد است، یعنی صحافی شده، جلد شده. بنابراین اوائل به هر چیزی که بین دفتین بین دو جلد باشه. بین دو جلد بود، روی جلد و پشت جلد ها میگفتن مصحف. بنابراین مصحف به معنای کتاب مجلد و شامل هر کتابی میشد و اختصاص به قرآن نداشت، گرچه عرض کردم بعدن معنای مشهور مصحف قرآن شد.
فرض کنیم در روایت داره که پیامبر فرمود من قرأ القرآن فی المصحف کانت له الف حسنه. این حدیث در البرهان فی علوم القرآن زرکشی اومده جلد یک صفحه 546 که پیامبر فرمود هر کس قرآن رو در حالی که از رو بخونه و قرآنی که مجلد شده و از رو بخونه دارای 2000 حسنه خداوند به او پاداش خواهد داد. خب این میبینید که اومده در روایت من قرأ القرآن فی المصحف، یعنی هر کس قرآن رو بخونه، قرآنی که در مصحف است یعنی مجلد است بین دو جلد. حدیث به روشنی برای ما میگه که مصحف در صدر اسلام و در زمان رسول الله به معنای قرآن نبود، چون معنا نداره در این حدیث بگه من قرأ القرآن فی القرآن اگر مصحف به معنای قرآن باشه، بلکه فرمود من قرأ القرآن فی المصحف. و همچنین در بعضی از منابع دیگه داریم که به کتاب انجیل مثلا میگفتن مصحف، مثلا ام سلمه همسر پیغمبر وقتی که داستان هجرت مسلمان ها به حبشه رو بازگو میکنه و از اسقف هایی که دور بر نجاشی بودن سخن میگه، اینطور میگه فنشروا مصاحفهم حوله، یعنی کتاب ها و مصحف هاشون رو دور بر نجاشی پیرامون نجاشی اینها گشودن و شروع کردن به خوندن. این نشون میده که حتی در اون زمان یعنی پس از هجرت مسلمان ها مصحف اونجا هنوز به معنای قرآن نیست. پس میبینید هم در معنای لغوی و هم در معنای اصطلاحی همیشه و لزوماً مصحف به معنای قرآن نبوده. در دنباله میشه بعضی از مستندات دیگه ای رو آورد که توسط صحابه و همچنین تابعین و حتی تا زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام مصحف اگر گفته میشد گاه به معنای قرآن نبود و همیشه به معنای قرآن نبود. میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر گفته میشد مصحف فاطمه به این معنا نیست که فاطمه قرآنی داشته است و این قرآن به ایشون منسوب بوده که این اتهام به شیعه زده بشه که پس به استناد این که اینها میگوین مصحف فاطمه یا مصحف امام علی دارای قرآنی غیر از قرآن موجود هستن. حالا اگر لازم باشه گزارشی از اصطلاحات و سیر تاریخی مصحف در زبان و فرهنگ صحابه را هم خدمت شما عرض می‌کنم. متشکر، انشالله بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر، جالب این هست که واژه کتاب بر قرآن اطلاق می‌شده، در خود قرآن هم داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه و آیات دیگر، اما آقای سیبویه نحوی با اینکه اسم کتاب نحوی خود رو الکتاب گذاشت، یعنی دقیقاً اسم قرآن دیگه الکتاب، ولی کسی این سوال‌ها رو متعرض ایشون نکرد و ایشون زیر سوال نبرد. این هم یک نکته شایان توجه هست. همینجا هم عرض کنم، فرض کنیم ما به استناد خود منابع اهل سنت مصحف عایشه ام المؤمنین رو داریم یا مصحف عبدالله ابن مسعود رو داریم یا مصحف ابی ابن کعب رو داریم که منابعش هم هست و استنادش هم هست، اما جالبه کسی اونها رو متهم نمی کنه به داشتن قرآنی غیر از قرآن موجود، با اینکه به صراحت محتوای اینها، محتوای مصحف عایشه و همچنین محتوای مصحف عبدالله ابن مسعود در مورد قرآن هست و خالی از آیات قرآن نیست. بله، چطوره که در اونجا این اتهام و این سوال پیش نیامده؟ نمیاد، اما در وقتی که میگیم مصحف فاطمه ممکنه این اشکال و ایراد رو برمان بگیره. متاسفانه دعب مخالفان شیعه این بوده که از آغاز به انواع تهمت ها شیعه رو متهم کنن. متشکر آقای دکتر. با اجازه شما و بینندگان عزیز یک سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدد خدمتون خواهیم بود. به کجا سپارم این سر چوز آشیان پریدی،
به که گویم این غم خود که ز دل برت بریدی، مرغ پر شکسته من، گل زار و خسته من، مرغ پر شکسته من، گل زار و خسته من. به لب رسیده جانم ز تازیانه پاییز، کفیز شبنم چشمت به جام خالی من ریز. من و این بقیع غربت، من و سیلی زمانه، من و کودکان بی سب، من و گریه شبانه. بله متشکر. آقای دکتر، عرض شود که معنای لغوی واژه مصحف رو بیان فرمودید و استفاده کردیم. خود مصحف فاطمه سلام الله علیها که حالا گفته میشه مصحف فاطمه، مصحف فاطمه، این مصحف خب چی هست، چی بوده، محتوای این کتاب چی بوده، پس اگر قرآن نبوده چه چیزی در اون ثبت شده و محتویاتش چی هست؟ بفرمایید. از بزرگتون تا اونجایی که میدونیم هیچ کدوم از علمای شیعه و سنی بر مصحف فاطمه دست نیافتن، بلکه با بهره‌گیری از احادیثی که در این رابطه هست تا یه اندازه‌ای ما به محتوای اون کسی که محتوا رو املا کرده و گفته و فرموده، همچنین کسی که نوشته، ما دست یافتیم. اما این که مصحف چی بوده، آیا امثال و حکم رو در برداشته یا مواعظ و اخبار و عجایب رو، یا آیا احکام تشریعی و فقهی درش بوده و یا وصیت حضرت بوده و یا مواعظ اخلاقی داشته، اینها محتوای کلی و تمام محتوا معلوم نیست و در دسترس هیچ کس جز امام زمان علیه السلام نیست. بنابراین در مورد محتوای مصحف نمیشه نظر دقیق و جامع و شاملی رو داد، چون در این رابطه اصلا تحقیق و پژوهش جامعی نشده و خود مصحف در دست ما نیست. ولی اما یعنی در این که آیاتی از قرآن درش نیست، این در این شکی نیست؟ شکی نیست، بله. حالا میاییم وقتی که محتواش رو بررسی میکنیم خدمتتون عرض میکنم که محتوایی که مصحف داره چه مطالبی رو در بر داره و چه مطالبی رو در بر نداره. از بزرگتون گفته میشه که حضرت چندین کتاب داشتن. یکی از کتابایی که برای حضرت زهرا نام میبرن کتاب اخلاقی است. مثلا در روایت داریم که خرائطی از مجاهد نقل میکنه که عبی بن کعب به دیدار فاطمه رفت و حضرت به ایشون کتابی رو داد که بعضی از احادیث اخلاقی درش بود، از جمله این حدیث که هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان داره با همسایش به نیکی رفتار کنه. این روایتی که خدمتون عرض کردم در کتاب مکارم الاخلاق و معالیه های خرائطی اومده، صفحه 43 چاپ مکتبت السلام العالمیه قاهره. بنابراین اولین کتابی رو که برای حضرت گزارش میکنن کتابی اخلاقی هست. دومین کتابی رو که برای ایشون برمیشمارن و یا میگن که نوشته هایی رو در اختیار حضرت بود، کتابی تشریعی هست. در روایت داریم و در تاریخ که منصور عباسی، خلیفه عباسی، از امام صادق سوالاتی رو میپرسه، امام هم سوالات رو که جواب میده، بعد مستند به مصحف حضرت فاطمه میکنه. در این رابطه میتونن بینندگان عزیز به فروع کافی کلینی جلد سوم صفحه 705 چاپ دارالازواء بیروت مراجعه کنن که در این رابطه صحبت هایی رو داره که کتابی در اختیار حضرت بود که احکام تشریعی و بعضی از احکام حقوقی رو در بر داشت. همچنین گفته میشه که لوحی در اختیار حضرت بود. لوح که گفته میشه
اصطلاح امروزی تابلو یا تخته هست که بر این لوح مطالبی نوشته شده بود، از جمله نواده ها و ذریه ایشون و کسانی که به مقام امامت میرسن. و سومین مطلبی رو که گفتیم لوح حضرت هست، بعد از اون مجموعه رو قید هم شده در روایات که این لوح از کجا بوده، به چه صورتی به دست حضرت رسیده بوده. گفته میشه که هدیه خداوند به ایشون بود و محتواش رو به حال حالا یا به واسطه پیامبر و پدر گرامیشون یا توسط یکی از فرشتگان به ایشون الهام شد و در اختیار ایشون این لوح قرار داشت. چهارمین مطلبی رو که و یا مجموعه مکتوبی رو که میتونیم بگیم حضرت در اختیار داشت، وصیت نامه ایشون هست. اما بحث اصلی و اون چیزی رو که در این جلسه بهش ما میپردازیم بیشتر خود مصحف حضرت فاطمه هست که در این باید بحث بشه که حالا این محتواش چی بوده و چه کسی این رو املا کرده و یا چه کسی این رو هم نوشته. راجع به اندازه فرمودید، محتوا رو بیان فرمودید که اشاره خاصی نشده که دقیقاً چی هست، اما از لحاظ اندازه و حجم هم اگر اشاره‌ای داشته باشید خوب هست. و دیگر اینکه فرمودید فرشته، گفته شده که فرشته ای املاء می‌کرده و حالا ایشون یا حضرت علی می‌نوشتن، اینم اگر بیان بفرمایید که آیا ممکن هست بعد از رسول خدا آیا ملک وحی نازل می‌شده یا فرشته بر پیغمبر و غیر از پیغمبر و غیر از معصومین هم ممکن، البته حضرت زهرا سلام الله علیها را که ما معصوم می‌دانیم، اما غیر از پیغمبر ممکن است که فرشته نازل بشه بر کسی دیگری؟ بله، سوال بسیار دقیقی هست، چون به هر حال این بحث وجود داره که آیا فرشتگان بر غیر معصومین و غیر از انبیا و پیامبران نازل می شدن یا نه. این رو در ادامه ما بهش جواب میدیم. اما در مورد این که چه کسی محتوای این مصحف رو نوشته، در بعضی از روایات شیعی از جمله امام صادق میفرماید که فجعل امیر المؤمنین یکتب کل ما سمع حتی اثبت من ذلک مصحفا. حضرت امیر امام علی علیه السلام هر چیزی رو که میشنید مینوشت تا اینکه به همین صورت کتاب در اومد که عنوان مصحف فاطمه رو بر اون نهادن. اما اینکه چه کسی این رو به حضرت املا کرد یعنی از چه کسی میشنید، از چه کسی میشنید و چه کسی این رو بر حضرت میگفت، در بعضی از روایات اومده است که فرشته‌ای بر ایشون نازل میشد و به خاطر اینکه بعد از وفات پیامبر حضرت زهرا خیلی دچار آلام و مصائبی بود، برای اینکه تسلای خاطر حضرت بشه محتوای این مصحف رو به ایشون میگفت. در روایت اومده است فارسل الله الیها ملکا یسلی غمها و یحدثها. این روایت از امام صادق است که در اصول کافی جلد اول صفحه 245 حدیث دوم اومده که خداوند فرشته ای رو برای حضرت زهرا فرستاد که با حضرت سخن میگفت، تسلای خاطر ایشون بود و اون چیزی رو که به ایشون میگفت حضرت امیر که در همون موقع حضور داشت میشنید و مینوشت. حالا این فرشته ممکن است یا خود حضرت جبرئیل باشه یا هر فرشته دیگه ای رو میتونه باشه، چون در روایت دیگه داریم که وکان جبرئیل یعتیها فیحسن عزاءها علی ابیها. یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه هست، یعنی کسی که با او حدیث گفته شده و حدیث را میشنیده. این هم اصولا به همین معنا هست که از طریق فرشتگان با او سخن گفته میشده. اصولا محدث و محدثه که در مورد تای تأنیث هست گفته میشه، به معنای کسی است که صدای فرشتگان رو میشنید اما اونها رو نمیدید. این اعتقاد و پندار هم در بین شیعه وجود داره و هم در بین اهل سنت
که کسانی بودند که مورد خطاب ملائکه و فرشتگان قرار می گرفتند. البته هیچ بعیدم نیست، چون که ما برای این موضوع استشهادات و استناداتی در قرآن داریم که فرض کنیم بر مادر حضرت موسی علیه السلام فرشته نازل می شد و همچنین بر حضرت مریم. اگر بخوایم آیاتی رو که در این رابطه هست در سوره آل عمران آیات 42 و 45 میخونیم: و اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که این آیه به صراحت میگه که فرشتگان بر حضرت مریم نازل شدن و با او سخن گفتن. پس مشخص میشه که ندای آسمانی، سروش آسمانی مختص پیامبران نبود. البته وحی مختص پیامبران بود، اما این وحیی که در اینجا هست وحی نیست که مربوط میشه به رسالت و نبوت، بلکه وحی است که به صورت ندا و سروش آسمانی بر غیر انبیا نازل میشده است، از جمله حضرت مریم. یا نوعی پیام و سخن گفتن الهی با بنده ای صالح و نیک، الهی به توسط فرشتگان هست. بله. یا فرض کنیم در آیه 17 تا 21 سوره مریم میخونیم: فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که خداوند میفرماید که ما روح خود رو به سوی مریم فرستادیم و گفت که من فرستاده پروردگار تو هم. پس میبینیم که ملائکه با غیر از انبیا و غیر از پیامبران هم سخن می گفتن. و یا در مورد ساره زن حضرت ابراهیم در سوره هود می خونیم: و امرأته قائمت فضحکت فبشرناها به اسحاق، همسرش ایستاده بود از خوشحالی خندید و ما او را بشارت به اسحاق و بعد از اسحاق به یعقوب دادیم. و یا در مورد حضرت مادر حضرت موسی هست که و اوحینا الی ام موسی. در هر صورت امام صادق در مورد حضرت فاطمه میفرماید که و سمیت فاطمه محدثه لان الملائکه کانت تهبط من السما فتنادیها، ملائکه از آسمان نازل میشدن پایین میومدن و با حضرت فاطمه سخن میگفتن، کما کانت تنادی مریم بنت عمران، همچنانی که با حضرت مریم سخن میگفتن. این حدیث در کتاب دلائل الامامه صفحه 14 اومده هست. بنابراین ملاحظه میکنیم که چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعی، اگه بخواید من کسانی رو که در مورد اهل سنت این اعتقاد رو دارن که اونها محدث بودن، یعنی فرشتگان و ملائکه بعضن با اونها صحبت و سخن گفتن، داریم که از جمله خلیفه اول خودش به اعتقاد اونها محدث بود. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 241 حدیث 7679 میگه که خلیفه اول از جمله کسانی بود که فرشتگان باشون سخن گفتن، و همچنین خلیفه دوم در کتاب المصاحف صفحه 6 در مورد خلیفه دوم این اعتقاد و باور اومده. همچنین عمران ابن حسین یا ابوالمعالی الصالح و همچنین زکریای ناقد که میتونن دوستان عزیز به صفت الصفه ابن جوزی و یا طرح التثریب فی شرح تقریب امام زین العابدین ابوالفضل عبدالرحیم ابن الحسین عراقی مراجعه کنن، همچنین به تاریخ بغداد و یا سیره حلبی چاپ دارالاحیاء التراث العربی جلد سوم که نشون میده این پندار و این باور چه در شیعه و چه در اهل سنت بود که کسانی غیر از پیامبران مورد خطاب الهی قرار میگرفتن ولو به توسط فرشته بود. متشکر. یک میان برنامه میبینیم و انشالله مجددا خدمتون خواهیم. به کجا سپارم این سر چو ز آشیان پریدی، به که گویم این غم خود
که ز دل برت بریدی، مرغ پر شکسته من، گلزار و خسته من، مرغ پر شکسته من، گلزار و خسته من، به لب رسیده جانم ز تازیانه پاییز، کفیز شبنم چشمت به جام خالی من ریز، من و این بقیع غربت، من و سیلی زمانه، من و کودکان بی سب، من و گریه شبانه. بله متشکر. میان برنامه رو مشاهده کردیم، در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. آقای دکتر ببخشید، اشاره فرمودید که اجمالاً هیچ کدوم از علما اشاره‌ای نتونستن به محتوای مصحف فاطمه سلام الله علیها داشته باشن، اما اجمالاً آیا گزارشی در روایات، بالاخره روایت‌های متفرقه و جسته گریخته، هر چند اجمالی که برشمرده باشن بعضی از نکاتی که احیاناً در این مصحف وجود داره، روایاتی هست، گزارشی شده؟ از کردیم چون اصل خود مصحف در اختیار نیست، به تفصیل و با ذکر جزئیات محتواش معلوم نیست، اما به صورت گذرا و گزارشی بعضی مطالب نفی شده و گفته شده این مطالب در مصحف نیست، همچنانی که در احادیث دیگر گفته شده که این مطالب در مصحف هست. اما حالا ببینیم چه مطالبی وجود نداره و چه مطالبی وجود داره. به صورت عمده دو مطلب نفی شده، یکی این که اصلا ربطی به قرآن نداره این مصحف، مصحف فاطمه سلام الله علیها، و یکی این که در بردارنده هیچ حکم حلال و حرامی نیست، یعنی اصلا ربطی به احکام شرعی نداره، پس نه در زمینه و موضوع قرآنیه و نه در احکام شرعی. محتوای نفی شده مثلا در روایت هست، من تمام این روایات رو از بهار نقل میکنم که معصومین فرمودن مثلا ما هو قرآن، قرآن نیست، لیس فیه شیء من القرآن، اصلا از قرآن چیزی درش وجود نداره، ما فیه شیء من کتاب الله، چیزی از کتاب خداوند در مصحف فاطمه نیست، ما فیه آیه من کتاب الله، آیه ای از کتاب خداوند در مصحف نیست، ما فیه حرف من القرآن، حتی یک حرف از قرآن در این کتاب نیست، ما فیه من قرآنکم حرف واحد، حرف حتی یک حرف از این قرآن موجود شما در مصحف وجود نداره. برای اینکه به تفصیل در این رابطه آگاه بشید میتونید به بهار جلد 26 مراجعه کنید، همچنین جلد 47 و جلد 37، در این رابطه احادیث زیادی در اونجا هست. پس یک، قرآن در مصحف وجود نداره، دو، مصحف احکام شرعی رو در بر نداره. امام صادق میفرماید که لیس فیه شیء من الحلال والحرام، اصلا در مورد حلال و حرام و احکام شرعی چیزی در این رابطه وجود نداره. این حدیث در اصول کافی جلد اول صفحه 390 اومده. خب اما ببینیم حالا چه مطالبی در این مصحف هست. آقای دکتر ببخشید، اگر یک اشاره هم به حجم یا اندازش اگر شده باشه بفرمایید. متشکرم. از بزرگتون اولین محتوایی رو که برای این مصحف برمی شمارن مقام عظیم پیامبر هست در روز قیامت، چون در روایت دارد که در بهال جلد 26 اومده و یخبرها عن ابیها و مکانهی، فرشته‌ای که بر حضرت فاطمه نازل می شد و با گفتن برخی مطالب تسلای خاطر ایشون بود بعد از وفات و درگذشت پیامبر، حضرت فاطمه را از مقام والایی که پیامبر نزد خداوند و در روز قیامت داره آگاه میکرد. پس اولین مطلب
و موضوعاتی که در مصحف هست در مورد مقام و جایگاه پیامبر هست. دوم، و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، اخبار و رخدادهای مربوط به ذریه حضرت و فرزندان حضرت رو پس از درگذشت خود حضرت فاطمه بهشون میگفت، مثلا اینکه در آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد و چه مسائلی پیش خواهد اومد راجع به فرزندان و سادات. این حدیثی رو که خوندم بازم در بهار جلد 26 اومده. سومین مطلب، ولکن فیه علم ما یکون ففیه ما یکون من حادث، حوادث و رخدادهایی رو که پیش خواهد آمد بعضن در زمان آینده به ایشون میگفتن. مثلا در اونجا داریم که و تظهر الزنادقه فی سنه 28 و ما، که زنادقه در سال 128 مثلا به ظهور میرسن و پیدایش زندیخا مربوط به این سال هست. این حدیث در اصول کافی جلد اول صفحه 240 و همچنین در بهار جلد 26 صفحه 13 اومده. و نام های انبیا و اوصیا یکی دیگه از مطالبی است که در این کتاب اومده. در روایت داره ما من نبی ولا وصی الا و هو فی کتاب عندي. چون خواهیم گفت که مصحف اکنون در اختیار امام زمان علیه السلام هست و این مصحف همینطور در اختیار ائمه بود و دست به دست شد توسط ائمه تا به امام زمان رسید، در اونجا امام می‌فرماید که اسامی انبیا و همچنین اوصیا در مصحف حضرت زهرا ذکر شده و من از این جهت آگاهی دارم. پس این 4 تا از مطالبی است که در مصحف موجود است. البته مطالب دیگه‌ای هم اومده. فرض کنیم وصیت حضرت زهرا در این مصحف اومده است، چون در روایت دارد که ولی یخرج مصحف فاطمه فان فیه وصیت فاطمه. این حدیث در اصول کافی جلد اول صفحه 241 هست که وصیت حضرت فاطمه هم در این مصحف اومده. این در مورد محتوای مصحف بود. اما اینکه اندازه و تعداد صفحاتش چقدر هست، به نقل از امام صادق اومده که مصحف فیه مثل قرآنکم هازا 3 مرات، یعنی مصحف حضرت فاطمه 3 برابر قرآن موجود شما بود. حالا نمیخوایم بگیم که حتما اینکه امام میفرماید 3 برابر مقصود امام اندازه ظاهری مصحف باشه، بلکه میخواد بگه گستره دانش ها و اطلاعاتی که درش اومده بود. چون که میدونید در قرآن بعضی از عددها که وقتی که میاد سمبوله و این نیست که فرض کنیم اگر میفرماید این تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، اگر برای اونها 70 بار استغفار و از خداوند طلب آمرزش کنی خداوند اونها رو هرگز نخواهد بخشید، به این معنی است که اگر بیشتر استغفار کنی خداوند اونها رو میبخشه. بعضی از این عددها منظور میخواد کثرت رو بگه. بنابراین اگر امام صادق میفرماید که مصحف فاطمه 3 برابر قرآن موجود هست، دامنه و گستره علوم و دانشهایی رو که در مصحف اومده منظورش هست، نه اینکه اندازه و حجم ظاهری این مصحف رو بخواد بگه که 3 برابر قرآن موجود هست، که بعداً این اشکال به ما بگیرن بعضی‌ها که اگر اینطور هست پس چرا فرض کنیم راجع به مطالب دیگه‌ای که در این مصحف هست ولی در قرآن نیست سخنی گفته نشده و یا گزارشی به تفصیل نیومده. در مورد اندازه و تعداد صفحاتش عرض کردم که مسائلی رو درش داره همینطور که عرض کردیم که در قرآن نیومده. فرض کنیم در قرآن نام انبیا و اوصیا نیومده ولی در مصحف اومده. ذریه حضرت نیومده ولی در قرآن ذریه حضرت نیومده ولی در مصحف اومده. آقای دکتر امینی، چون که در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر به عنوان آخرین سوال بیان بفرمایید که الان این مصحف کجا هست و در اختیار چه کسی هست؟ یکی از باورهای ما این هست که
امامت چندین نشانه داره و کسی که امام هست و یا فرض کنیم امام زمان علیه السلام به موقع ظهور باید چندین نشانه رو بروز بده و دیگران ببینن، از جمله یکیش همین مصحف فاطمه هست و همچنان که مصحف امام علی هم از ده معصوم و امام هست، چون در روایت داره که لل امام علامات ان یکون اعلم الناس، آگاه ترین مردم، داناترین مردم باید باشه، احکم الناس، حکم و قضاوتی که میکنه قضاوت درست باشه، و یکون عنده صحیفه فیها اسماء الشیعه و یکون عنده مصحف فاطمه. امام مصحف فاطمه و همچنین مصحف امام علی رو در اختیار داره. این روایت به نقل از عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 212 اومده است. چون وقتی که محمد ابن عبدالله ابن حسن ادعای امامت میکنه، امام صادق ازش مصحف فاطمه رو میخواد، با معنی اینکه اگر دلیل صدق ادعای تو در امامت این است که مصحف فاطمه رو باید در اختیار داشته باشی. در اونجا به ایشون میفرماید که ولی اخرج مصحف فاطمه فان فيها وصيه فاطمه، این دلیل امامت هست، بنابراین باید نشون بدن. فرض کنیم در سیر تاریخی داریم که امام صادق میفرماید و مصحف فاطمه عندنا، مصحف فاطمه نزد ماست، یا امام موسی کاظم میفرماید عندي مصحف فاطمه، مصحف فاطمه نزد من است. اما پس معلوم میشه این در اختیار ائمه بوده و همچنین امامی بعد از امام در اختیار دیگری قرار داده، تا این که و ان قائمکم یقوم یوما فاحب ان يعمل بما فيها، قائم و امام زمان علیه السلام روزی قیام خواهد کرد، روزی ظهور خواهد کرد و با مصحف فاطمه که در اختیار ایشون هست این مصحب به مطالب و محتوای اون عمل خواهد کرد. احسنتم. الان این احادیث میرسونه که مصحف فاطمه نزد امام زمان علیه السلام هست. جل الله تعالی فرجه شریف. مولانا احسنتم، متشکر، استفاده کردیم. من واقعش دیگه چون این کتاب در اختیارم بود عرض شود که به اصطلاح خلاصه نویسی نکردم، چون که تمام مطالبی که در این برنامه خدمت شما بینندگان عزیز ارائه شد به صورت یک صفحه و نیم خلاصه شده که من خلاصه مبحث رو خدمتتون تقدیم میکنم. مصحف در زبان عربی به معنای کتاب مجلد است، از این رو انجیل را مصحف گویند. اما پس از پیدایش اسلام مصحف در قرآن شهرت یافت، زیرا بیشترین کتاب موجود در میان مسلمانان بود. گو این که شهرت مانع نشد مصحف به معنای غیر قرآن باشد، بلکه در فرهنگ صحابه و تابعین و دانشمندان گذشته به کتاب نیز گفته می شود. و مصحف فاطمه به همین معناست، نه به معنای قرآن فاطمه. محتوای مصحف امثال و حکمت و اخبار است، نه احکام تشریعی، بلکه حضرت در کتاب‌های دیگری که دارد از تشریع و اخلاق و نام‌های امامان و وصیت خود سخن گفته است. روایات مصحف بنابر معیارهای حدیث صحیح پذیرفتنی است. مصحف پس از درگذشت پیغمبر توسط جبرئیل الهام شد. امام علی علیه السلام که به هنگام املا و الهام حضور داشت آن را نوشت. مصحف قرآن نبوده، در بردارنده حکم شرعی نیست. محتوای آن مقام پیامبر، آینده فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، رخدادهای مهم، نام برخی پیامبران و اوصیای آنان و وصیت آن حضرت است. حجم مطالب مصحف چند برابر قرآن است. اهل تسنن نیز مصحف‌هایی دارند، از جمله مصحف عایشه و ابن مسعود که درباره قرآن است، اما هیچ مذهبی معتقد به تحریف یا کاستی قرآن نیست. فرشتگان با کسانی که پیامبر نبودند سخن گفتند، از شمار اینان حضرت مریم، ساره زن ابراهیم و مادر حضرت موسی علیه السلام است. حضرت فاطمه نیز محدثه بوده، صدای فرشتگان را می شنیده، چنان که سنیان معتقدند برخی اشخاص
الهام و سخن غیبی میشنیدند. جبرئیل پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده، وحی غیر نبوتی آورده است. محتوای مصحف فاطمه از سوی خداوند به وسیله جبرئیل و پس از وفات پیامبر بر حضرت فاطمه نازل شده، از این رو به نام آن حضرت مصحف فاطمه نامیده شده است. با تشکر از آقای دکتر، خسته نباشید، مشکر، استفاده کردیم. به اتفاق آقای دکتر امینی و همچنین شما بینندگان عزیز و تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله با پست الکترونیکی با ما در ارتباط باشید. در اینجا همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.